عناصر، حجم و فضا و تأثیرات متقابل آنها به طور سنتی پیش از هر چیز مورد توجه پیکره‌سازان بوده است. در تحول پیکره‌سازی کلاسیک، قرون وسطا یا رنسانس و باروک می توان پیشرفت‌های مشابهی از تمام روخی باستانی گرفته تا راه حل‌های نهایی را مشاهده کرد که با آن راه حل‌ها پیکره به منزله یک تنومندی نسبتاً یک پارچه چرخان در فضای پیرامون خود و تا حدی دارای نفوذ متقابل با آن عرضه شده است. در پیکره‌سازی یونانی، گوتیک پسین یا باروک، مسئله القای موجودیت فضایی بیشتر به ناگزیر افزایشی در جنبش زمینی را نیز ایجاب کرد که با یک پیچش وضع پیکره، یک حرکت قلب شده یا غالباً با ایجاد یک سطح گسسته شده و گونه‌گونی یافته‌ای به دست می‌آمد که سایه روشنش بر حس انتقال و تغییر تأکید می‌گذاشت. القای موجودیت و جنبش فضایی معمول در دوران باروک بخشی از سنت پیکره‌سازی قرن 19 بود که به خصوص در آثار با عظمت و به یادماندنی کارپو و دالو دیده می‌شود. عصر برنز نخستین کار امضا شده مهم رودن در سالن 1877 پذیرفته شد. اما واقع‌گرایی بسیار دقیق و آشکار آن موجب ایجاد این گمان شد که مبادا تا اندازه ای از روی مدل زنده ساخته شده باشد. هرچند که رودن بی تردید مدلش را از تمام زوایا به دقت نگریسته بود و توجهش معطوف به دستیابی به کیفیت ضروری شکل زنده و وحدت بخشیدن به آن بود، اما به بیان یک موضوع تراژیک نیز توجه داشت. موضوعی که شاید الهام گرفته از واکنش او نسبت به جنگ 1870 بود و آن را با تصور ذهنی یک قهرمان مغلوب بر اساس برده در حال مرگ میکلانج بیان کرده بود. تأثیر میکلانج و بیشتر دوناتلو در بسیاری از کارهای نخستین رودن آشکار است. یحیای تعمید دهنده در حال وضع و کارهایی از این دست، مرد قدم زننده و تنه انسان، تمرین برای مرد قدم زننده از لحاظ شدت معنویتشان حتی بیش از اقتباس محض از ترکیبات و حرکات از آخرین آثار دوناتلو مایه گرفتند. مرد قدم زننده و تنه انسان نیز همچون یحیای تعمید دهنده در حال وضع در نهایت برای نمایش در سالن به اتمام رسید. ساختن ورودی موزه‌ای که قرار بود در پاریس به هنرهای تزیینی اختصاص یابد در سال 1880 به رودن واگذار شد. او برای این کار دست به تفسیر آزادی از صحنه‌هایی از دوزخ دانته زد. پیش از آن نیز طرح‌هایی را بر اساس اثر دانته به وجود آورده بود و بدش نمی‌آمد که این موضوع را بیشتر بپرورد. البته بیشتر به عنوان وسیله‌ای برای آفرینش ترکیبی از اجسام و پیکره‌های کوچک برهنه تا تسلط خود بر وسیله بیانی خیش را به نمایش درآورد. کنایه‌های مربوط به عصر برنز هنوز آزاردهنده بود. دروازه ها از باراوری اندیشه ها و از گونه‌گونی شکل هایی که آن را انباشته گرانبار شدند. با اینکه این مجموعه تا آنجایی سرشار از نمادپردازی ادبی است که هر گونه تمامیت پیکری خود را از کف می دهد، معهازا پربار از اشکال و تصاویری است که پیکره ساز در این زمینه پرداخته و بعد برای هدفهای دیگر و گاهی برعکس به کار گرفته است. آشفتگی مضامین به کار گرفته شده الهام بخش او در کشف خشونت اکسپرسیونیستی شد که در آن پیکره انسانی هرچند با مختصری کژدیسگی طبیعت گرایانه تا حد امکان خمیده و در هم پیچیده شده بود. بازی خشنی که در اینجا روی پیکره انسانی به منزله وسیله بیان صورت گرفته
سرآغازی بود بر کژدیسگی‌های اکسپرسیونیستی پیکری که طی قرن بیستم رشد و تحول یافت. سرآغاز آشکارتری را می‌توان در مفهوم اساسی مضمون دروازه‌ها یافت، مفهوم جریان یا دگرگونی که در آن پیکره‌ها از قالب برنز سر بر می‌آورند یا در آن فرو می‌روند، در روند زایش از یا تباهی و فساد در مردابی هستند که هم رها می‌سازد و هم تهدید می‌کند که آنها را در خود ببلعد. از ضروریات نمایش تغییر در دروازه‌ها و در بیشتر کارهای پخته رودن به کارگیری نور است. یک بازی سایه و روشن بر برجستگی‌ها و شیارهای برنز یا مرمر تبدیل به چیزی همانند رنگ با همه آفرینندگیش برای حرکت، رشد و از همگسیختگی و از این رو گوهر خود زندگی می‌گردد. در اینجا اگر عنصر یک پارچه کننده‌ای وجود داشته باشد، همان نور است. گرچه رودن در سنت پیکره‌سازی که از رنسانس به بعد پا بر جا مانده بود، نخستین قالب سازی بود که ابتدا با گل آغاز می کرد و بعد مدل گلی را به گچ یا برنز مبدل می ساخت، ولی بسیاری از کارهای ستایش انگیزتر او از مرمر است. اینها نیز مبتنی بر نمونه های اصلی گچی یا گلی بود با مقدار زیادی تراشدهی که بنابه معمول به توسط دستیاران صورت می گرفت. با این همه تردیدی نیست که خود رودن دقیقاً کار را زیر نظر داشت و مرمرها را با دست خودش به اتمام می‌رساند. شناخت عمیق او از ماده کار از آنجایی معلوم است که او با کارهای مرمریش حتی اگر مضامین مشابهی داشتند به شیوهی کاملاً متفاوت با کارهای برنزی خود رفتار می‌کرد. در کارهای مرمری او هیچ گونه زمختی حالت انگیزه کارهای برنزیش به کار گرفته نشده و اینها فاقد زیربری های عمیق هستند. رودن توجه بسیار دقیقی به کیفیت، ظرافت، ماتی و احساس انگیزی مرمر داشت که در کارهای دوره متأخرش با الهام از کارهای ناتمام میکلانج، این توجه به ایجاد کنتراست بین نواحی بدن انسانی و حجم‌های زمخت سنگ نتراشیده تأکید فزاینده یافت. رودن در بهره‌گیری از ماده خام سنگ برای مقاصد بیانی خود به مانند استفاده اش از پاره ای از پیکر، مثلا نیم تنه که آشکارا از پاره های پیکره های باستانی مایه گرفته، حرکت را به عنوان نخستین وسیله بیان پیکره سازی مبتکرانه از پیکره انسانی حذف کرد. تمام پیکره های او مشاهده حتی امکان دقیق از مدل ریشه دارد، اما دانه های ویرانگری آنها در اشتغال ذهنی او به طبیعت رشد می کرد. بسیاری از پیکره های تحت قاعده درآمده برای دروازه های دوزخ دست کم به عنوان پیکره های منفرد دارای شهرت برابر هستند. متفکر و همچنین حوا و سسایه همه به عنوان موجودیت های جداگانه سر بر می آورند و همه رودن را آشکارا تحت تأثیر میکلانج نشان می دهند. تراژدی و یأس موجود در دروازه های دوزخ شاید به بهترین صورت در روسپی فرتوت، اثری که از قرار الهام یافته از یک شعر فرانسوا ویلن است، اما در واقع پژوهش پر احساسی است از یک زن ایتالیایی پیر که قبلاً یک مدل بوده است و در او پیکری که به طور مجزا به نامهای فرزند اسرافکار و زن قوز کرده معروفند خلاصه شده است. زن قوز کرده در نگاه نخست به یک کژدیسگی شدید تشریحی میماند. در واقع کمترین کژدیسگی در کار نیست و حالت پیکره که میتوانست زشت یا مسخره باشد در دست رودن آن زیبایی را یافته است که ریشه در رنج عمیق دارد. این پیکره